نرگس، به نظر خودت محورای این گزارش، اون چیزایی که مهم بود به نظر خودت اومد چه هست؟ از سرفصل ها گزارش مفصل، بخشای مختلفی داره، سرفصلاشو گفتیم، اما با نقض حق حیات شروع کرده و به نظر من این بخش مهمی از گزارش هم همینه. عنوان کرده که در سال گذشته میلادی دست کم 275 نفر در ایران اعدام شدن. از این 275 نفر دست کم 2 نفرشون کودک مجرم بودن، یعنی در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتن. عنوان شده که اعدام در زمینه جرایم مربوط مواد مخدر، اقلیت‌های قومی و زنان بیشتر شده در سال گذشته در ایران. به گرفتن شکنجه، به شکنجه متهمان برای گرفتن اعترافات اجباری اشاره شده و اون که بر مبنای اون اعترافات احکام اعدام صادر شده. گزارشگر عنوان کرده که نقض حق دادرسی عادلانه در ایران به حدی شدید و به حدی سیستماتیک بوده که میتونه به این نتیجه برسه که اکثر اعدام‌هایی که در ایران صورت میگیره نقض حق زندگی هستش، نقض خودسرانه حق زندگی هستش. اشاره میشه به اعدام خضر قویدل، آقای قویدل به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام میشه. اعدامش در حالی صورت میگیره که حکمش مشغول بررسی در دیوان عالی کشور بوده و یک سال، حدود یک سال پس از اینکه ایشون اعدام میشه این حکم در دیوان عالی کشور نقض میشه. مسئله اعدام کودک مجرمان هم که گفتیم، همواره از ایران انتقاد میشه به این مسئله و دو کودک مجرم، سجاد سنجری و آرمان عبدالعالی، اعدام شده بودن. به پاسخ دولت ایران هم اشاره شده، اینکه دولت ایران گفته که در ایران اعدام صرفاً برای شدیدترین جرایم و جدیترین جرایم صورت میگیره و این در حالیه که صرف نظر از اینکه حق دادرسی عادلانه در عمل در بسیاری از موارد نقض میشه، در خود قانون هم برای خیلی از جرایمی مجازات اعدام در نظر گرفته شده که در قوانین بین‌المللی جزء جدیدترین جرایم نیستن، از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر یا سرقت حدی در مرتبه چهارم که در قانون مجازات اسلامی براش مجازات اعدام تعیین شده، یا مهمتر از اون در قانون مجازات اسلامی برای برخی از رفتارهای مجازات اعدام تعیین شده که اصولاً در ضوابط بین‌الملل اصلا نباید جرم باشن، مثل برخی از روابط خارج از ازدواج که در قانون مجازات اسلامی براش مجازات اعدام تعیین شده، یا برخی از روابط جنسی بین دو همجنس که در قانون براش مجازات اعدام تعیین شده. نرگس، اتفاقا با مهمان برنامه در ارتباط با پدیده کفخوابی در زندان ها صحبت شد که یکی از مشکلاتی که داره مطرح میشه. در این گزارش میدونم که به شرایطی که زندان ها در ایران دارن هم پرداخته شده، چه گفته شده؟ در این مورد مفصل گزارشگر بهش پرداخته. یه در مورد زندان ها، بله، در مورد کفخوابی زندان های شلوغ که یه بخشش به این مسئله اشاره میکنه، نبود یا کمبود شدید امکانات بهداشتی و امکانات درمانی، به همین ویدیوهایی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده اشاره میکنه که در اون ویدیوها نشون میده که زندانیان مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، چقدر پر ازدحام زندان ها، و بعد میگه تازه این گونه که فعالان حقوق بشر گفتن، این زندان ها، این ویدیوهایی که منتشر شده تنها نوک کوه یخو نشون میده و وضعیت به مراتب بدتر از اینه که داریم میبینیم. و علاوه بر این مسئله به یه مسئله دیگه هم اشاره میکنه، به نقض خودسرانه حق حیات در بازداشتگاه ها. یک موردش رو که گفتیم در خبر، شاهد شکنجه نوید افکاری که چقدر به طرز مشکوکی جان باخت. و یک مورد دیگر هم هست، امیر حسین حاتمی، که اون هم گزارش‌هایی از شکنجهش وجود داره و همچنین مرگ مشکوک که 11 زندانی کرد در بازداشتگاه ها. مرسی از توضیحاتت نرگس توسلیان، همکارم اینجا در استودیو همراه ما، متشکرم.